منظور کتاب پیدایش باب 6 از مردان قوی هیکل چیست؟ این بخش رو چگونه باید تفسیر کرد؟ بسیار عالی. من خیلی شوکه شدم داشتم میخوندم تفسیرهایی رو که میخوای اول بخونیمش. آره اینو بخونیم. باز باشه. جنیفر جان شما زحمت چو میکشین؟ بله. پیدایش باب 6 آیات از آیه 1 تا مثلا 5 فکر کنم جوانانی بودید. و واقع شد که چون آدمیان شروع کردن به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدن، پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکو منظرن و از هر کدام که خواستن زنان برای خیشتر می گرفتن. و خداوند گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود. و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند، و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. خب عشقان جان شما صحبت میخوایی بکنید؟ من حقیقتش صحبتم طولانی هست، میخوایی من میگم شما بعد شما از آن کامل کنید جاهایی رو که شاید مس میکنم. اول از همه من خودم شوکه شدم وقتی داشتم تفسیر مختلف رو میدیدم، و خیلی جالبه که این رو خیلی به صورت لغوی برداشت کردن. و حالا میگم به صورت لغوی، اصلا تمام متن رو که خوندیم صحبت از این هست که صحبتی که رو بذارید صحبت مقابل رو هم بگم، بعد صحبت تفسیری که رو که من فکر کنم حداقل مفهوم تر صحبت بکنیم، میان میگن که بله اینها این فرشتگانی که داره صحبت میکنه فرشتگانی بودن که در واقع با شیطان سقوط کرده بودن، اینها فرشتگانی بودن که اینطور که صحبت میکنه واقعا میان، واقعا با زنان انسان یا دختران انسان منظورشون اینجور که اینها تفسیر میکنن زنهای طبیعی هستن، انسانی هستن، اینها بچه دار میشن با هم دیگه و بعد بچه های اینها مردهای غولپیکر میشن و بعد اینو میبرن به طوفان نوح. و صحبت هایی که از این قبل میکنم تمام کتاب مقدس رو تحت تاثیر یه همچین تعلیمی قرار میدن که من اصلا شوکه شدم انقدر که زیاد این تعلیم گفته میشد. اما چند تا چیز رو من فقط میخوام اشاره بکنم خیلی سریع بهش. یکی این که در هم وجود مردان قوی هیکل یا تنومند که داره صحبتش رو میکنه و بعد این عزیزان به این استناد میکنن که جای دیگه کلام خدا بعد ما میبینیم که مردان تنومند مثل جولیات هست در برابر داوود و بعد صحبت میکنه پیدا میشن. اگه برگردیم به خود همین متن رو که داشتیم با هم دیگه نگاه میکردیم، در آیه 4 میگه در آن ایام مردان تنومند در زمین بودن، که اگه برگردیم به اصل کلمه درست یه تقریبا از همون کلمات استفاده میکنه، که پس مردان قوی هیکل که میگیم از این اومدن حتما صحبت از این نیست که اینها مردان خاصی بودن، کلا کلام خدا داره میگه اون زمان مردان تنومند دیگه هم بودن، پس این دلیل بر اون نیست، نباید این رو به اون شکل نگاه کرد. حالا تفسیری که از آن میکنن میگن این مردان خدا فرشتگان هستن. من این رو مطالعه میکردم، کلام خدا توی خود پیدایش حداقل بیشتر از 20 بار کلمه فرشتگان رو به کار میبره و نمیاد از واژه مردان خدا حتما استفاده کنه در اول در پیدایش که داره صحبت میکنه. حالا این که اومدن این رو برداشت دادن، این رو ربط دادن به فرشتگان، من فکر میکنم یک تعریفی هست، میگن وقتی یک چیزی معنی لغویش مفهوم قابل درکه دیگه معنی الهامی ازش نگیر. وقتی اینجا مفهومه که داره راجع به مردان قوی مردان خدا صحبت میکنه، نه این رو به فرشتگان ربط بدیم. به نظر من اصلا این آیه داره راجع به فرشتگان صحبت نمیکنه. میخوای شما ادامه بدید؟ من دوستا چیز دیگه دارم میخوام در مورد صحبت کنم. میخوای کامل کنی که بعد من شما میخوای از اول هم این هیچ جای کتاب مقدس هم در مورد فرشتگان به عنوان پسران یا دختران خدا یاد نشده؟ 5 تا جا هست توی عهد عتیق صحبت میکنن کلا در کتاب مقدس که میگن واژه مردان خدا اومده، چند تا جاش پسران خدا و رفتش میدن به فرشتگان، توی ایوب هست و یکی دو تا جای دیگه که میگن اونها ربط داره، ولی در اینجا به خاطر متنی که داره صحبت میکنه اصلا هم چیزی پیدا نیست. من میخوام از لغا 20:34 یه تیکه رو بخونم، حالا که ادوین جان گویو داده دست من ازش از این گویو میدان سو استفاده کنم. بگیر ازش چنه. خب میگه عیسی در جوابشان گفت ابنای این عالم نکاح نمی کنن و نکاح کرده نمی شود. مسیح داره اینجا صحبت میکنه که در فرشتگان و در عالمی که شما دارید صحبت میکنه چیزی به نام نکاح و چیزی به نام ازدواج و بچه دار شدن وجود خارجی نداره. شما دارید راجع به فرشتگان صحبت میکنید و این اصلا معنی خارجی نداره. و این تفسیری که عزیزان میکنن که میگن آره اینها مثلا فرشتگان و زنان بودن، اصلا ریشه حتی مسیح همینجا رد میکنه که فرشتگان این قابلیت رو ندارن که بخوان همچی کاری بکنن. یا آیه دیگر رو هم میخوام بخونم، این هم فکر میکنم کمک میکنه به مفهوم ایمت، در لغا 3:36 و 38 هست، اجازه بدید این رو هم با هم بخونیم.
لوقاسه 36 تا 38 هست. اینطور میگه، میگه این اسم رو میبره اول، دو سه تا اسم رو پشت سر هم میاره. من گفتم لوقاسه 36 تا 38، خب احتمالا مرقس رو گفتم، اشتباه نوشتم چون اینجا ربطی پیدا نمیکنه. در واقع اینجا صحبتی که میکنه آدم رو به عنوان پسران خدا معرفی میکنه، به عنوان پسر خدا معرفی میکنه و صحبت از این هست که اگر یک همچین مفهومی رو برمیداد، نه این آیه هم نیست، آیهش اشتباه نوشتم، اگر یک همچین مفهومی رو هم داره میده، آدم رو وقتی پسر خدا مینامه، اون پسران خدا حتما کلمه فرشتگان نیست که داره به کار میبره. عرضم به خدمتتون که این آیه یه مقدار مشکل سازه. یکی از یعنی اولین بخشی که باید بهش نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردید، واژه یا عبارت پسران خداست. دو تا تفسیر عمده برای این قسمت وجود داره. یکی از تفسیرهایی که خیلی رایج هستش و زیادم دیدم همین مسئله هستش که گفتم پسران خدا، اینجا اشاره میکنه به فرشتگان که آمدن با انسانها همخوابی کردن و از آمیزش این موجودات روحانی و انسانها این مردان قوی هیکل و تنومند به دنیا اومدن. گروه دوم هستن که میگن اینا اصلا صحبت از فرشته ها نیست، پسران خدا اینجا نشانه نسل ایماندار یا نسل خدا پرستی هستن که با نسل خدا نشناس یا کسانی که علیه خدا دارن رفتار میکنن و زندگی میکنن و ارزش های الهی رو رد میکنن ازدواج میکنن. این دو تا دیدگاه مختلف هست. حالا همونطور که گفتید ما هر کدوم از اینها رو چطور برداشت کنیم، صحبت هامون به جاهای دیگه توی عهد جدید هم ارتباط پیدا میکنه، چون به نظر میاد سه تا بخش توی عهد جدید ارتباط مستقیم به این کتاب پیدایش باب 6 داره. اول پتروس باب 3 آیه 18 تا 22، دوم پتروس باب 2 آیه 4 و 5 و یهودا آیات 6 و 7. و این قسمتی که سه بخشی رو که توی عهد جدید میخونیم به نظر میاد که اشاره میکنه به زمان مرگ مسیح تا قیام مسیح، که مسیح توی این سه روز چه کارهایی رو انجام داد، چون به این مسئله اشاره میکنه و از این آیات رو به یک نوع ارتباط میدن به باب ششم کتاب پیدایش و میگن که داستان از این قراره. حالا اگه دوستان این آیات رو بخونن ارتباطش رو با هم متوجه خواهند شد. حالا تفسیر این قسمت تفسیر که میگن که این پسران خدا اشاره میکنه به مردانی که یا زنانی که یا جامعه ای که خدا پرست هستن و نسل خداشناس هستن، خیلی مسئله رو راحت تر میکنه وقتی که به این سه بخش از عهد جدید میرسیم. حالا نکته جالب اینه که الهیاتدانهای بزرگ در طی تاریخ کلیسا این دیدگاه رو بهش باور داشتن، یعنی پسران خدا اینجا اشاره به فرشتگان نیست. ما افرادی مثل کریسوستوم رو داشتیم، معنیش میشه یوحنای دهن طلا، عرضم به خدمتتون آگوستین همچین دیدگاهی رو داشت، مارتین لوتر همچین دیدگاهی رو داشت، جان کلوین همچین دیدگاهی رو داشت. اینا همه میگفتن که اینجا پسران خدا اشاره به نسل خداشناس است. حالا آگوستین یه کتاب خیلی جالبی داره به اسم شهر خدا، سیتی آف گاد. تو این کتاب شهر خدا از دو تا جامعه صحبت میکنه، حالا اسمشو شهر میذاره. این دو تا جامعه، جامعه الهی هستن که خدا رو دارن متابعت میکنن و جامعه‌ای که ارزش‌های الهی رو رد کردن و خدا رو رد کردن. حالا داره با این کانسپتی که توی فکرش هست داره این دو بخش رو هم کتاب پیدایش رو تفسیر میکنه. همون دیدگاهی که داره این کتاب رو نوشته داره نگاه میکنه به کتاب پیدایش، میگه که اینجا پسران خدا همون جامعه الهی هستن، همون گروهی هستن که دارن خدا رو متابعت میکنن و همین قسمت این بخش دیگه یا اون جامعه‌ای که رد کردن خدا رو داره به صورت سمبولیک دختران آدمیان مینام. حالا فرانسیس شیفر هم خیلی جالبه، یه کتابی داره به اسم Genesis in Space and Time، پیدایش در بود زمان و فضا، و اون هم تو همین قسمت اشاره میکنه. یعنی خود شیفر هم معتقد هستش که اینجا در مورد پسران خدا به گروهی اشاره داره میکنه که جامعه الهی هستن و داره اشاره میکنه که اینجا صحبت از آمیزش یا ازدواج نسل بی ایمان و ایمان داره. بعد اشاره میکنه میگه ببینید توی کتاب مقدس هم همچین تعلیمی رو داریم که زیر یوغ ناموافق با بی ایمان نرید، یعنی گروه ایماندارا نباید با بی ایمانان وصلت بکنن. میگه بر طبق این تعالیمی که توی کتاب مقدس ما میبینیم میتونیم چنین برداشت رو بکنیم که این قسمت داره چنین تعلیمی رو میده و هیچ صحبتی در مورد فرشته ها نیست. اما حالا اون گروه دیگه ای که دارن نگاه میکنن به پسران خدا، همونطور که اشاره کردی سه جا توی کتاب مقدس از عبارت پسران خدا استفاده شده. توی کتاب ایوب همش هست، باب 1 آیه 6، باب 2 آیه 1 و باب 38 آیه 7 در مورد پسران خدا صحبت میکنه که
به نظرم دو قسمت دو بار از این صحبت ها اشاره میکنه به فرشتگان سقوط کرده و یکیش اشاره میکنه به فرشتگان که مقرب درگاه الهی هستن. در ضمن من کتابایی رو که ازش استخراج کردم این صحبت ها رو دارم انعکاس میدم، کتاب تفسیر پیدایش هستش، این جلدهای متفاوتی داره، دو تا جلد داره به نظرم اگر اشتباه نکنم، نوشته جیمز مونتگومری بویس هستش.